بسم الله الرحمن الرحيم احمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونصلم على حقيقة نورك وباطن الزهور حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد بی گل روی تو در شهر نباشد خبری بی گل روی تو در شهر نباشد خبری بی خبر کرد ز خون هجر تو هر خون جگری آه ای یوسف گم گشته به ما کن نظری به نگاهی شود آقا دل ما هم ببری به نگاهی شود آقا دل ما هم ببری ابن الحسن ابن الله جونم یا ابن الحسن یا ابن الحسن تا بکی بی کسی و درد و غم تنهایی تا به کی بی کسی و
درد غم تنهایی تا به کی سهم دل عاشق تو شیدایی تا به کی حسرت روزی که شما می آیی به شب هجر تو کی می رسد آقا سحری به شب هجر تو کی میرسد آقا سحری به نگاهی شود آقا دل ما هم ببری آسان جونم یا مرحبا یا آقا یا دل برا دلشدگان خسته و دلگیر شدن ندب خانهای جوان تو همه پیر شدن بی تو از زندگی و بودن خود سیر شدن بده بر سوز دل منتظرانت اثری بده بر سوز دل منتظرانت اثری به نگاهی شود آقا دل ما را ببری ابن الحسن جونم یا يا ابن الحسن يا ابن الحسن ره روانی که رد با مجه می رفتن این ابیاتو که می نوشتم اینا رو همه شو با آه و اشک این چند بیتشو نوشتم آقا جان ره روانی که رد با مجه می رفتن بی دلانی که به دل گوهر غم می سفتن عاشقانی که مدام از فرجت می گفتن عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری به نگاهی شود آقا دل ما را ببری آقا جان شود آقا
که شوم لایق دیدار شما، شود نگاهی شود آقا دل ما را ببری یا سال جانم یا 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 جان به قربان تو گردم، به کجا میگردی؟ عالم از تو غریبانه چرا میگردی؟ خداوند سبحان همه ما رو رحمت فرماید، فرج امام زمان ما رو معجل نماید، صلواتی محضر امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند سبحان رو به منزلت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها و به عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه حضرت حق رو قسم میدیم ما رو آق امام زمان ممیراند، توفیق نوکریش رو به ما مرحمت بفرماید و به آبروی مادرش زهرا علیها سلام همه اونایی که بین ما بودن در این مجالس و محافل شرکت میکردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب مینمودن و الان جاشون بین ما خالیه، سر زیر تیره تراب نهادن، همگانشون رو حضرت حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. اساساً گفتگو رو با موضوعیت شفاعت محضر دوستان بنا نهادیم که در تبیین این مؤلفه بیان نکاتی رو در آغاز بحث جزء ملزمات دانستیم. اولین نکته ایمان بود در زندگی فرزندان انسان، فرزندان آدم، که به تعبیر قرآن همه آدمیان و انسانها در ظرف خسران هستند الا اونهایی که به این چند صفت متصف باشن که اولین همه اونها ایمان بود. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان اولین شرط، اولین شاخصه، اولین ممیزه انسان برای جدا شدن از ظرف خسرانه. عنوان دوم ما ایمان و اعتقاد رو که در سیره انبیاء سلف الهی که دنبال می کردیم بدینجا منتهی شد که جوهره ایمان در تمام ادیان آسمانی به سه عنوان خلاصه میشه: توحید، نبوت و ایمان به معاد، که در این زمینه بحث معاد اکبر با عنوان اصلی ترین بخش گفتگوی ما در نکته دوم بود.
معادی که برای اثباتش بالغ بر 1700 آیه در قرآن فقط نازل شده، بیش از 12000 حدیث در متون خبری با این مهم وجود داره، قریب به 20000 حکمت، دلیل، برهان عقلی از منظر ارباب ادب برای اثبات این مهم تعریف شده. نکته سوم ما پردازش به این مسئله بود که در عالم قیامت و وادی محشر بدانید دل به رحم خدا ببندید، حسن ظن به عفو الهی داشته باشید، و الا این نمازای شکسته و سراپا تقصیر ما، این روزهای علیل ما، این خمس و زکاتهای قیل و قال دار ما، اینا رو با هم داده های خدا در عالم دنیا بخوان سنجش کنن، عنایات الهی در دنیا برتر از این عبادت قاصر و علیل و شکسته ماست. پیغمبر فرمود روز قیامت اگر خدای جل و علا مبنای ارتباطش رو با بندگانش مبتنی بر رحمت قرار نده، خدا بر حسب عدل با بنداش رو به رو بشه، من یکی بهشت رو به خودم نمیبینم. تو سجدهاش میگفت الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلك. عنوان چهارم ما با این عنوان پیش رفت که در روایات شیعی از ساحت مقدس حضرات معصومین داریم که فرمودن من انکر ثلاثت اشیاء فلیس من شیعتنا، هر کی سه تا مسئله رو انکار کنه، رد کنه، شیعه نیست. مرحوم صدوقی روایت رو تو صفات و شیعه میاره، از امام صادق پرسیدن این سه نکته چیه، حضرت فرمود یک، ایمان به معراج جدم رسول الله، دو، اعتقاد به سؤال و جواب در قبر، اعتقاد به معاد اصغر، سه، ایمان به شفاعت. روز قیامت خدا دست بندگان صالحش را، دست اهل ایمان را بر پایه لطفش، کرمش، عنایتش میگیرد، اما این دستگیری با عنوان حقیقتی به نام شفاعت شکل میگیره، شفاعتی که شفیعش رو من و تو انتخاب نمی کنیم، خودش انتخاب میکنه. یشفع عنده الا به اذنه، او اعطا می کند مقام شفاعت را به شفیع، شفیع هم در پیشگاه حضرت حق به شفاعت می پردازد. حالا ما نمیدونیم کجای این اعتقاد در تضاد با توحیده، ما نمیدونیم این ایمان کجاش در عرض اعتقاد به مبدأ که چهار تا جوجه وهابی نابی اطلاع و بی آگاهان از کتاب خدا و سنت رسول الله که امروز تو گوشه کنار دنیا
دارید میشنوید دیانت رو با جهاد نکاح به سخریه گرفتن. عالم دارن به اینا میخندن با این عباطیل و خزعبلاتشون. این جمع و جماعتی که وقتی مبانی فقهشون رو میشینیم وارسی میکنیم، هر روز فتوایی مینگریم که این فتاوا رو به هیچ عنوان انسان موافق با چارچوبات عقلی مشاهده نمی نماید. یه سالی ما تو همین جلسه با عنوان پردازش به شبهات وهابیت محضر دوستان و بزرگواران عرض می کردیم بحث محرمیت از وادی رضا رو برو یه نگاه کن وهابی چی میگه. سیگار کشیدن رو برو ببین وهابی چی فتواهایی میگه. در مقوله طلاق برو ببین وهابی تا کجا پیش رفته، تا جایی که وهابی قائل است همسایه میتواند زن همسایه رو طلاق بده. این فتوای آخرشونم که هی چند روز گذشته ما متذکر شدیم تمام دنیا نوشت، همه خبرگزاری ها فریاد کردن که مفتی های وهابی متذکر شدن هر کسی میخواد آمرزیده بشه بخشیده بشه خودش رو برساند به مجموعه عراق و شام. بول سرباز داعش را بخورد خدا گناه او رو می آمرزد. این دین وهابیه، این فقه وهابیه. بعد حالا این وهابیانی که دارن تیکرده های ابن تیمیه را نشخار میکنن، به جان دیانت به جان اسلام افتادن، تمام مواریث به جامانده از زمان انبیاء الهی رو دارن نابود میکنن. دیدید تو بعضی از خبرگزاری ها نقش شد و منقل شد حتی تو موسل به جان قبر یونس پیغمبر افتادن، قبر یونس نبی رو خراب کردن که این نماد شرکه. قبر صحابی پیامبر رو خراب میکنن که اینها نماد شرکه. بعد این وهابی که همه دیانتش از این خرافات و خزعبلات پر شده، این میاد میگه اعتقاد توی شیعه در عرض اعتقاد به مبدأ به توحیده، در حالی که ما نه تنها در عرض اعتقاد به مبدأ نمیدانیم، بلکه ما قائلیم مقام شفاعت تجلی رحمت رحمانیه حضرت حق در عالم قیامت، اونم به بعض شفیعانی که خدا عطا می نماید. یعنی مقام شفاعتم اعطاییست، قرارم نیست به همه کس داده بشه. اول کسی که به اعتقادات قطعیه اسلامی روز قیامت نقش شفیع رو ایجاد می نماید، آبرومند در نزد خداست و وساطت می کند. قرآن سوره اسراء آیه 79 به این مهم تصریح میکنه. مجموعه روایاتی که مجلسی در جلد 8 بهار الانوار باب شفاعت میاره صریحا میپردازد. اولینش حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و هر کس که پیغمبر را صاحب این رتبه و مقام در نزد حضرت حق نداند، پیغمبر را صاحب این جایگاه و آبرو در نزد خدای ذوالجلال نپندارد،
باید در عقیده خودش تجدید نظر کند، زیرا او مسلمان. تو پیغمبر رو نفهمیدی، تو هنوز به مقام شامخ سید الانبیا عارف نشدی، بعد تو میخوای مدعی بشی خدا رو تونستی بفهمی؟ نه عزیز من، پیغمبر اولین کسی است که این عنایت در حق او شاسل شده، در وجود زیجود او تجلی یافته. حال ما در کنار این عنوان، عنوان دومی رو هم پیش کشیدیم، عنوان دومی رو هم مطرح کردیم و اون این بود که ما قرآن رو وقتی میشینیم ورق میزنیم، وهابی چون چیز دیگه غیر از قرآن سرش نمیشه، میگه من هرچی باشه فقط از قرآن قبول میکنم، گفتیم قرآن رو وقتی مینشینیم وارسی میکنیم بماند، میگن آقا بعضی شبهه‌ای که وارد میکنن چرا از امیر المؤمنین سلام الله علیه صریحاً اسم در قرآن نیامده؟ از امیر المؤمنین اسم نیومده، بله، ولی اشاراتی مستقیم به امیر المؤمنینه که شیعه و سنی اعتراف دارن این واژه، این عنوان غیر از پسر ابی طالب کس دیگری نیست. یعنی هر کس که بخواهد عنوان غیر علی به میدان بیاره، او دست به تحریف قرآن زده. یکیش همین آیه 61 سوره مبارکه آل عمران بود که ما محضر دوستان قرائت کردیم. در مقوله مباهله با نصارای نجران، وقتی پیامبر از جانب خدا مأمور شد بگو باهتون مباهله میکنم، اما تو این مباهله پسرامو میارم پسراتونو بیارید، دخترمو میارم دختراتونو بیارید، انفسنا و انفسکم، نفس عزیز من یکی از اساسی ترین کاربرداش در قرآن حقیقت جان، نفس یکی از بارزترین مظاهرش در قرآن حقیقت روح انسانه. قرآن فرمود کل نفس ذائقة الموت، قرآن فرمود و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، اینا همه داره بیان میکنه نفس یعنی حقیقت جان، نفس یعنی هویت روح شما. پیغمبر فرمود من جونمو میارم، من خودمو میارم، من روحمو میارم. یه مقداری عبارت نیازمند به تأمل است. بزرگان مفسران قائلن که انسان در هستی دارای دو نفس است، یه نفسو میگن نفس متصل که همین جان خود ما باشد، همین روح ما باشد. دومو میگن نفس منفصل. نفس منفصل همیشه دو تا مصداق بیشتر تو زندگی انسان نداشته، یکی اولاد انسان، نفس انسان خوانده شده، البته با هویت نفس منفصل. من کیم؟ لیلا. و لیلا کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. دومین مصداق نفس منفصل اون شاگردی است که در نهایت تیز هوشی در برابر استاد زانوی ادب میزند و داشته های استاد رو از او فرا میگیرد. این مصداق دوم هم به عنوان نفس بیان شده. آیان در جلسه اگر از جایگاه این منبر وجود خاتم الانبیا رو به عنوان یک دانشگاه انسان سازی بخوانیم که پیغمبر اومد بشریت رو تربیت کنه، انسان رو به رتبه لقد کرم نابنی آدم برسونه، اومد انسان رو از زلالت به نورانیت برساند، سوال ما اینه اول خروجی دانشگاه انسان سازی پیغمبر کیه؟
اگه پیغمبر به عنوان یک معلم انسان سازه، برترین تربیت شده محضر رسول الله کیست؟ کمال کم لطفیست، این نامردی اگر نام مرتضی علی رو نیاری. امیر المؤمنین، یعصوب الدین، سراج الماضین، اول السابقین، امیرنا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالبی که حضرات معصومین یه بخش از فرمایشاتشون فقط و فقط اختصاص به نقل فضائل او دادن. امام سجاد تو مسجد اموی های شام وقتی رفت روی منبر، تو اون معرکه و وضعیتی که آل الله رو به اون کیفیت در دشت شربلا به شهادت رسوندن، اهل بیت و اسارت کردن، منزل به منزل گردوندن، حالا آوردن تو مسجد اموی ها، یزید علیه اللعنت والعذاب نشسته، خطیب نانجیبی رو پولش دادن رو منبر مدح آل ابو سفیان کند، مذمت آل علی به نماید، مردمم دارن گوش میکنن. یک باره که گوینده از منبر پیاده شد، زین العابدین پاشد فرمود یزید منم میخوام روی چوبا برم بالا. مزید مخالفت کرد، مردم اصرار ورزیدن، بابا خوهن گفتن توان میخواد، انرژی میخواد، این جوان بیمار نمتونه پلا بالا بره، چه رسد به اینی که خطابه بخواند و سخن بگوید. یزید رو قانعش کردن اجازه بده. وقتی مجال داده شد، زین العابدین امام العارفین بر پله‌های منبر گام گذاشت، شروع کرد سخنش رو آغاز کردن که هر کس بعد از حمد خدا و درود به سید الانبیا، هر کی مرا میشناسد میشناسد، هر کی منو نمیشناسه، ای اونایی که دارید ما رو خارجی خطاب میکنید گوش کنید. انا ابن مکه و المنا، انا ابن زمزم و صفا، من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم. شروع رسید به نام نامی سید الانبیا، انا ابن من دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، من فرزند کسی هستم که او در شب اراده حضرت سبحان از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا به سدره المنتهى، از سدره المنتهى به ملأ اعلا، و از ملأ اعلا تا خلوت سرای خدای جل و علا رو پیش رفت. بعد از پیغمبر وجود زیجود زین العابدین، سید الساجدین، امام العارفین، آیان در مجلس شلاق ها را می کشد و بر گرده سلسله منحوس اموی می تازد. می خواهید بدونید من کیم؟ انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و بایع البیعتین و هاجر الهجرتین و یصلی الی قبلتین. من فرزند همو کسیم که همه در رفته بودن، اما او در غزوه احد پیشاپیش پیغمبر با دو شمشیر مقابل مبارزه میکرد. من فرزند کسی هستم که او به دو قبله نماز کرده. به شما گفتن علی نماز نمیخوند؟ علی کسی است که به جانب دو قبله نماز نموده، هم به جانب مسجد الاقصا، هم به جانب بیت الله الحرام کعبه. میخواید بدونید من که هستم؟ انا ابن وارث علم النبیین و تاج البکائین و سراج المازین و اول السابقین و اسبر الصابرین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حتی امام حسین علیه السلام وقتی دعای عرفه رو اومد بخونه، قبلش امام شروع به نقل فضائل پدرش امیر المؤمنین کرد. چرا؟ چون بعد جاذبه دین علی ابن ابی طالبه.
روایاتی رو امام حسین در فضل امیر المومنین خوان، تا اونجایی که من ایام فاطمیه همه امثال تو مجالس و محافلم گاهی به این مسئله کاملا اشاره کردم و پرداختم که مردم همون آقایی همون مولایی که به نام ابوالحسن علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه است، دهمین سپهر آسمان ولایت است، او در مقام همه ائمه جامعه ای انشا می کند که حتی علمای غیر شیعی با اینی که دعبشون بر ضبط زیارات نیست جامعه رو نقل کردن، همون زبان همون امام در مقام امیر المؤمنین مجزا به میدان آمد، برای جدش علی زیارتی انشا می کنه که نه از حیث کمی نه از بعد کیفی کم از جامعه نمیاره. برو مفاتیح رو باز کن، یه نگاه به اعمال روز عید غدیر داشته باش، زیارت علی رو در بیان امام هادی مشاهده کن، ببین علی کیست و امام هادی در تعریف جدش علی ابن ابی طالب چیا میگه. علی کیه؟ پسر ابی طالب. پسر ابی طالب کسیه که پختی امام باقر علیه السلام نقل کرد، در منابع دیگران هم اومده. وقتی متخلف ثانی زمام امر رو به عهده گرفت، روز اول خلافتش بر منبر که نشست گفت در علی مناقبیست فضائلیست که اگر یه دونش در آل خطاب بود، نه من، در آل خطاب بود، بر گرده عالم ما حکومت میکردیم. ازش سوال کردن اون فضائل و مناقب علی چیه؟ یه دونشو تو طایفتون بود شما رو کفایت میکرد، چه رسد به اینی که همش در شما باشه؟ گفت علی اولیش همین بس که مولدش کعبه است. ای افتخار حل و حرم یا علی مدد، ای چشمه زلال کرم یا علی مدد، ای کعبه زادگاه تو مولا الموحدین، ای محو جلوه تو حرم یا علی مدد. آمد ز جنت و شده از توبهش قبول، آدم بگفتم همه دم یا علی مدد. وقتی خلیل هیبت بتخانه را شکست، می گفت او قدم به قدم یا علی مدد. ما را ولایت تو کند عاقبت به خیر، ای در کف تو لوح و قلم یا علی مدد. خواهم ز فیض بندگی آستان تو محتاج دیگران نشوم یا علی مدد. عقل را آیین دار است علی، عقل را آیین دار است. نه من قائلم بهتر از اینم میتونی بگی؟ جوونا کجا نشستن؟ رو کنده زانو بنشینن، دلتم لبریز از محبت آقا. دیدی تو روایات گفتن دعاشو برام مادرت کن، با شنیدن فضائل علی جیگرت حال میاد، یقین داشته باش مادرت عفیفه و پاک دامن بوده، به بابات خیانت نکرده. آخه این محبت خدا به حرومزاده نمیده. عقل را این شاه ملک و ملکوت بهترین ذکر قنوت، صد چو یوسف نمکین است، استخوان بندی دین تی راه نبوی کرده، کعب
لب راهم علوی کرده، معنی سر نهانم، شهریار دو جهانم. حالا بگو علیا علی، علیا جونم، علیا علی، به به به، علیا یا علی، تاج لولاک روی سر داری، دلبری و امیر آقایی، ذوالفقار آمد و خدا فرمود تو فقط باید آن را برداری. در حدیث آمده که پشت نداشت زرهی را که بر تنت داری، بی سبب نیست ترس دشمن تو، اسداللهی و جگر داری، دست ما را گره بزن بر آن شال سبزی که بر کمر داری. عجز الواصفونن صفتک، ما عرفنا که حق معرفتک. یا امیر المومنین، گوش کن، این ابیات میخواد منبر امروز ببره تو بخش دومش. حق هر آن چه هست داده به تو، هر چه که با حق است داده به تو، اختیار تمام عالم را از زمان الست داده به تو، خلق جنت تمام شد و خدا در آن را که بست داده به تو، حق هر آن چه هست داده به تو، هست حق فاطمه است داده به تو. عجز الواصفون عن صفتک، ما عرفنا که حق معرفتک. فاطمه دومین کسی که به تعبیر روایات باید بیاد میدان. خدا شکوهش، جلالش، حقیقتش، هویتش را برای هستی بنمایاند. به همه بگه او کیه؟ فاطمه علیها السلام. کیه فاطمه؟ فاش میگویم از گفته خود دلشادم، آلوسی بغدادی، ابن حیان اندلسی، جلال الدین سویتی، زمخشری، فخر رازی، تبری و و و و بالغ بر 40 مفسر غیر شیعی نوشتن که در قرآن بالغ بر 140 تا آیه است که یا تفسیرش یا تأویلش و یا تفسیرش و یا تأویلش و یا شأن نزولش وجود سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا حضرت زهرا علیها السلام. پیغمبر از خونش زد بیرون در حالی که دست فاطمه زهرا رو تو دست داشت، به یه جمع از اصحابه که برخورد کرد فرمود من عرفها وهی فقط عرفها. اونایی که فاطمه مو میشناسن
میشناسن. اینش نگفتم یه عالم شیعی، نگفتم مجلسی تو بهار، نگفتم بهرانی در عوالم، نگفتم سید مستنبد در القطره، اینو میگم جوینی در سمتین نقل که پیغمبر فرمود هر کی خانومو میشناسه میشناسد، هر کی نمیشناسد بس بشناسد. هی قرة عین، این نور چشم، هی بنتی، این دختر من، هی سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین، این خانوم همه زنهای عالمه، این بیبی تمام زنان نظام هستی، از اول زنی که به عالم اومده تا آخرین زنی که خواهد آمد. هی ثمرت و فؤادی، این میوه دل منه. هیا بزعت من، ای پاره تن من. کی داره میگه؟ همون پیغمبری که شیعه و سنی قائلن با همین بدن فرشی به عالم اعلا رفت، به سفر فضایی رفت، به عرش خدا رفت، همون پیغمبر میفرماید فاطمه پاره تن منه. اون هم چه قطعه ای از بدن رسول الله؟ پیغمبر فرمود و هی قلبی، یعنی پیغمبر اگه قلب ای عالم فاطمه، قلب پیغمبر و هی قلبی، این قلب منه. حواستون باشه، من آذاها فقط آذانی، هر کی فاطمه رو آزار بده مثل این میمونه که من رسول الله رو آزار داد. مردم خدا به فاطمه اباحات میکنه. پیغمبر فرمود قامت فی محرابها، وقتی فاطمه من برای عبادت تو محراب عبادت میره، اینا رو جوینی داره میاره، وقتی تو محراب عبادت قرار میگیرد، زهرا نور حال ملائکت السما، فاطمه از محراب عبادتش چنان برای اهل آسمان ها نور افشانی می کند، کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض، مثل که ستاره تو دل شب برای زمینی ها نور افشانی می کند. فاطمه وقتی قامت فی محرابها، تو محراب عبادت قرار میگیره، خدا جعلنا الله تبارک و تعالی، همانا خدای جل و علا میفرماید یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه. فاطمه 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 که این فاطمه عرششو که آفرید فرمود 300,000 تا ملک قرار داد، سیدا با منن، بنی زهرا با منن، عرششو که آفرید 300,000 تا ملک قرار داد عرشو حمل کنن، اینا نتونستن. عدد رو امام فرمود دو برابر کرد، اینا نتونستن. دو برابر شده رو سه برابر کرد، نتونستن عرش خدا رو حمل کنن. فرمود برید کنار، عرشم رو به قدرت کامله خودم نگه میدارم. همه گرفتن کنار. فرمود جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ای چارتا که تو سجده بر آدم از مابقی ملائکه پیشی گرفته بودن، و فرمود بیایید عرش منو حمل کنید. گفتن خدا ای همه آل ملک نتونست، ما چارتا میتونیم. فرمود یه چیزی بهتون یاد میدم که هر کس این رو بر زبان براند، هر چی بخواد بهش عطا میکنم، قدرت که جای خود داره. وقتی اینا اومدن تحت عرش الهی، خدا یا به ما بیاموز اون مطلب چیه، فرمود بگی الهی به حق فاطمه، الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علم. ای جمله رو گفتن، بعدم قدرت خواستن، خدا بهشون قدرت داد. فاطمه کیه؟ فاطمه امام صادق فرمود هی صدیقه الکبری،
حواستون باشه مادر ما صدیقه کبراست، هی صدیقه کبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولى. خیلی راحت ترجمه کنم، تعبیر کنم، تفسیر کنم. شماها که چیزی نیستید، انبیا بر سیر کمالو که در پیش گرفتن دست به دامن فاطمه زهرا زد، اونا از قبل فاطمه به دنبال کمال بودن. شما که جای خود داره. فاطمه کیه؟ آی مردم، هر کی میخواد خدا ازش راضی باشه دنبال رضایت فاطمه زهرا باشه. ان الله یرضى لرضاء فاطمه و یغضب لغضبها. خدا برای که روز قیامت بیبی رو راضیش کنه بهش اجازه شفاعت میده. کی میخواد بیاد شفاعت کنه؟ کسی میخواد بیاد شفاعت کنه که امام باقر فرمود وقتی کسی میاد شفاعت میکنه که وقتی خدا به داد مظلوما میخواد روز قیامت برسه، میگه خب حالا وقتش داد مظلوم از ظالم گرفته بشه. اول کسی که امام باقر اول کسی که روی پنجه پا بلند میشه و فریاد مظلومیت سر میده جد امیر المؤمنین. خدایا اول حق من علی مظلوم رو بسر. مگه چه کردن آقا با تو؟ چه کردن؟ بعضی روزا میبینم خونه رو جارو میکنه آدم در میرسه، هی خاکا رو بو میکنه، بوی محسنش میاد، مادرش یادش میاد، مادرش یادش میاد. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا.